حیاتا دائمتا و نعیما باقیا بلا فنا. و الصلاة و السلام على سید اهل الابتلاء و اشرف سکان الارض و السماء الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين جلت مناقبهم عن العدد وعلت مراتبهم من أن يغاس بها أحد سيما بقية الله الأعظم الإمام الحق المبين الكهف الحسين الذي بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم ومخربي قبورهم ومشاهدهم أجمعين إلى لقاء يوم الدين. قال الله عز وعلا في مبرم كتابه الكريم ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. صلواتي بفرستيد برا عظمت مرجعيت سيادت بلند صلوات بفرستيد. جمعت في صفاتك الأضداد ولهذا عزت لك الأنداد زاهد حاكم حليم شجاع فاتك ناسك فقیر جواد شیمون ما جمعن فی احد بلا حاز مثلهن العباد خلق يخجل النسيم من اللطف يا أمير المؤمنين خلق يخجل النسيم من اللطف وبأس يذوب منه الجماد ظهرت في كف الورى مكرمات فأقرت بفضلك الحصاد إن تكذب بها فقد كذب إن تكذب بها فقد كلب من قبل قوم لوط وعاد
جل معناك أن يحيط بك الشعر ويحصي صفاته النقاد. نثار روح مطهر اول مظلوم عالم امیر المؤمنین امام الانبیاء السالفین ابو الائمه بلند صلوات بفرستید. چه بگوییم، چه میتوانیم بگوییم، چه داریم که بگوییم در مقام کسی که جمیع ما سوى الله در محضر اوست، کسی که خود او در شأن خودش فرموده ظاهری الامام و الوصایه و باطنی غیب لا یدرک. کسی که واقعا در او دوست و دشمن توقف کردن نمیتونن حزم کنن، در او صفات ازداد جمع شده. متحیرم، فقط چیزی میتونیم بگیم، خودش فرمود نزلونا نزحونا عن الربوبیه و قولو فینا ما شئتم فان البحر لا ينزف و سر الغیب سر الغیب لا یعرف و عظمت الله لا یوسف. قولوا لنا عبید مربوبون لن تبلغو، هرگز نمیتونید برسید. نحن الاسرار الالهیه المودع فی الاجساد ترابیه کلمت الله الربانیه المودع فی الاجساد ترابیه. چی میتونیم بگیم ما در وصف امیر خدا؟ میدوند هر چقدر غور میکنی بیشتر عجزت رو متوجه میشی. حقیقت اینجا معلوم میشود. از چه بگوییم که رسول گرامی اسلام بعد از غزوه حنین فرمود یا علی لولا، اگر نبود ان یقول فیک طوائف من امتی کما قالت النصارى فی عیسی ابن مریم لقلت فیک قولا لن تمر علی احد بملأ مسلم و غیر مسلم یهود و نصارا و هر کس الا اخذوا التراب من رجلیک. عجیبه. پس معلوم می شود ما قل و دل اموری در امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین هست که لن تبلغو بهی احد. و اخذوا من فاضل طهور یستشفعون بها. فقط همین رو من میگم یا علی، انت منی و انا منک. دل اینجاست. چه میتوانیم بگیم؟ لو ان الغیاب اشجار اقلام و البحر همه بشود مداد. کی داره اینو میگه؟ احمد ابن حنبلی که خود قائل هست به فضیلت شیخین. شب قدره. از چه بگوییم؟
خودش قائل بر این بی خود نمیگه همه اشجار بشود اقلام و البحر همه بحور دو سوم روی زمین همه ظاهر امر آب همه دریاها به مدد بیان و الجن حساب و الانس کتاب ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب ان لامیر المؤمنین فضائل لا تحصا کثرتن احمد ابن حنبل نقل کرده. اگر همه فضائل رو از کتب شیعه بشوریم همه رو بس است، اون چه که عامه نقل کردن بسه. ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب، کسی مقرن به یک فضل او غفر الله ذنوبه ما تقدم و ما تأخر. چه رو بگیم؟ علمو یک مقداری برگردیم به کلمات خودش، زهد، علم، حلم، حکومت، ولایت، اخلاق. چه کرده امیر المؤمنین سلام الله علیه؟ پیش احمد ابن حنبل زیاد گفتگو شد از اون دو نفر و از مقام امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین، گفت بسه. انهو لم تزنه الخلافه، خلافت برو زینت نبود. عجبه. ولکنهو زانها، علی زینت به خلافت داد. خلیفه مسلمین امیر المؤمنین است، از کوفه آمده بیرون بر کاری بر میگرده. جمع ازداد رو ببین، یک مقدار همین اشعار صفی الدین رو به روایات و آیات عرض کنم. تورا مرد مسیحی با او همراه و مصاحب می شود، سخن میگن. وقتی میاد به مفترق الطریق نمیدونه او خلیفه مسلمین است. نمیدوند. امیر المؤمنین سلام الله علیه مقداری با او میرود، میگوید مراد و مقصد تو کوفه بوده آقا، نمیشنه. گفت رسول گرامی اسلام به ما اینجوری یاد داده، با کسی که همراهی احتراما له با او قدمهایی رو برو. تأمل میکنه، مسیحیه، مسیحیه، میگه این دین به اخلاق این رسول گرامی پیشرفت کرد. الله اکبر. بعد که برمیگرده کوفه میبینه او امیر مسلمون هاست، امیره. فانت یا علی امیرون لا من فی السما و من فی الارض و من مضا و من بقا لا امیر قبلک ولا امیر بعدک. هیچ احدی. دویست روایت سید ابن طاووس در الفین آورده امرة المؤمنین سمی امیر المؤمنین، امیر المؤمنین نامیده شد. چرا؟ کرامتن و شرفن، به خاطر آیون بزرگان اساتید. ما حق یک مؤمن رو نمیتونیم ادا کنیم، حق یک مؤمن اینقدر حقوق داره، اون وقت ما چگونه میتونیم حق امیر المؤمنین رو؟ هر اون چه که هست جز ذات اقدس اله، صنوف ملائک، طبقات آسمان ها، 19,000 عالم، در بعضی روایات 300,000 عالم، او امیر اونهاست. اختلاف همه به حسب مراتب معرفت امیر المؤمنین است و بس. یا علی، دیلمی از جابر نقل میکنه، خوارزمی نقل میکنه، یا علی ان الله یباهی به امیر المؤمنین سلام الله علیه فی کل یوم
الملائکه المقربین. حالا ملائکه مقربین تو این صنوف چیان؟ اونایی که اشد هم حبن لامیر المؤمنین، ملائکه مقربن. اونایی که اکثر هم معرفتن لامیر المؤمنین، حاملین عرشن. ما خلق الله شیئن اکثر من الملائک یباهی به همه اون مقربین. خدا به امیر المؤمنین مباهات میکنه. این مقربین میگن بخن بخن لکه یا علی. حالا این وضع، ببین رسول گرامی اسلام دست به دست جبرئیل، حالا هر طبقه ای وقت زیق از اشاره ای همه رو عرض میکنم، به آسمان میرسه که دیگه لودنوت، اگر یک ریزه برم جلوتر آتش میگیرم. نگاه میکنه تحت العرش امیر المؤمنین ایستاده به تسبیح و تقدیس. برادرم جبرئیل سبقنی اخی، از من سبقت گرفته، نسب کن بگم بر تو. بس که خدا لا یزال به یاد امیر المؤمنین در عرشی که 24,000 سال قبل از خلقت. عجب است، امیر المؤمنین سلام الله علیه به 24,000 سال، بعضی روایات 4,000 سال، مقدس اردبیلی دارد که خدا بعد عرش رو خلق کرد، من و امیر المؤمنین عبادت میکردیم. کسی عبادت نمیدونست چیه، نه جنی نه ملکی نه انسی، هیچ احدی. دید علی اونجا ایستاده، نه بس که خدا در عرش به یاد حیدر بود، عرش دیوانه شد، مجنون شد، تحمل نکرد. کلینی داره، تفاسیر داره، برهان داره، نور داره، فرات داره. و تر الملائکه حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم و قضی بینهم بالحق و قیل الحمد لله رب العالمین. خدا ملکی رو به صورت علی خلق کرد سلام الله علیه. ما من مؤمن، هیچ مؤمنی نیست مگر تمثالی در عرش دارد. این عرش حالا چجوری با اونجا هر آسمانی به روی رسول الله باز شد که سوال و جواب پس دادن، اومدی کی رو زمینه؟ برادرم علی رو گذاشتن. اون موقع فتح شد که توانست این آسمان ها رو در نوردد. ما یک چیزی میشنویم، آقا چی بگم در باره امیر المؤمنین روحی له الفدا. بای بسم الله الان عرض میکنیم تا سین ناس از خودشون بین دفتین امیر المؤمنین است و بس. یک مقدار این شوق و شوق این عرش فرو میشینه به خاطر امیر المؤمنین، عبادت میکنه این ملک به تسبیح و تقدیس، ثوابش برای شیعیان و محبین امیر المؤمنین است. محبین اویه. امیر المؤمنین سلام الله علیه تو حکومت زاهد بود، تو حکومتش زاهد بود. سیوطی میگوید خلفا دارد، ابن ابوالحدید میگوید سید الزهاد، تو حکومت خودش. لأخشن در ملبس و مطعمش، چه بگوییم؟ تو حکومتی که لا یزال یجبا به سمت او بیت المال شرق و غرب الا شام، همه رو یمزقها و یفرقها همه رو. اما حضرت این عدالت اوی با غلام خودش که داره میره تو بازار یه پیراهن بخره، آی دنیا ببینید امام ما کیه، چقدر نوشتن که علی برای عدالتش. میتونیم چقدر شبهای قدر اومده رفته، الان عرض میکنم شب قدر به چه کسی پیچیده شده.
چقدر من تأسی کردم به امیر المؤمنین ارواح نافدا. در به مغازه بزازی دو لباس، میگه آقا حساب مغازه دیگری، دو لباس سه درهم، یکی دو درهم، سه درهم رو میده به قنبر. قنبر میگه آقا شما تخطب الناس، شما میری منبر، تصعد المنبر، خطابه میخونی، لیاقت شما داره. میفرماید نه، نه قنبر، من خجالت میکشم ان الله ان اتفضل علیک. الله اکبر، الله اکبر. اون جراب مختوم قضای اوی به نان خشک شعیری که رنگش پریده. عمرو ابن حریث میگه گفتم بهش فز یه مقداری آب بزن نرم کن، گفت مگر نمیبینی سر این جراب رو ختم زده، قبلا این کارو میکردم. باز کرد تو کاسه گذاشت آب و نمک ریخ. ای عالم، ای دنیا، ای حکام، ای حکام، کار سلطان اعظم ولی الله الاعظم که امشبها این شبای قدر ملائک به سمت او اختلاف میکنن، یهبت الله، ملائک همه به سمت اوین، وقتی تشریف میاره مردم رو به مقام امیر المؤمنین آشنا میکنه، کمل میکنه. چه کسی رو از دست دادیم؟ او سر این جراب و انبان رو اومده مهر زده. عمرو ابن حریث میگه آماده شد، دستار و بازار زد، فرمود حاضرت، دست به محاسن گرفت. الله اکبر، الله اکبر. که والله این محاسن رو من بگذارم به آتش بسوزه لأجل طعام. ای دنیا، من کان همته بطن و شکم، هم و غم او باشه مراد شکم، اشراف بزرگان، نفهمم از این مو تا این ناخن پا خدا از من چی میخواد. و قیمته ما یخرج من بطنه، قیمتش ما یخرج من بطنه. با این وضعی که علی زاهدون در قضا، من یک انسانم، ما ادخل فی بطنی ما لا اعلم، نمیدونم کم من و کیفن، اون قضا با اون قدرتی که درب خیبر رو چنان پر کرد از روی سر سپاه اسلام رد شد. چی میگیم ما؟ اون قلع چیه؟ چه میگوییم در باره او؟ علیون آیت النبوه، علیون معینی و ناصری، یا علی انی محتاج الیک فی الدنیا والآخره، لواء من دست تویه، تو مثل منی، یک نفریم، ترا ما ارا، تسمع ما اسمع، هیچی نیست الا نبوه. او در لباس این گونه زهد داره، در خوراک چا، با این وضعش امام صادق فرمود چا میکن، در ایام امارتش 24 چا وقف کرد، زهر شد، دستارو شست. الله اکبر. غذایی داری؟ یه مقدار کدوی پخته خورد، دیدم زمزمه داره میکنه. لعنت بر کسی که شکم او رو به دوزخ ببرد. ای وای، وارد قنات شد دو مرتبه، اولین کلنگ به این آب اومد تا سر و پا، اومدن فرزندا، هنو یه پا این دهنه چای، یه پا اون، بیار قلم و کاغذی وقف کنم برا مساکین. هزار عبد تو این ایام
با عمل دستش و عرق پیشانو، علم کجاست؟ صلات کجاست؟ ابن عباس، ما فی القرآن آیه، تو قرآن آیه ای نیست، هیچ آیه قرآن ندارد، مگر اینکه من علی میدونم، اعرفها و اعرف تفسیرها و ای مکان نزلت، جبل، سل، بر، بحر، دریا، خشکی، فی ای زمان، لیل، نهار، بدان هاهنا علما جما لکن طلابه یسیر، طلابه یسیر. کجاست علم؟ میسم میخواد، سلمان میخواد، عمرو ابن همق خزائی میخواد، چی میگیم؟ کمیل میخواد. اینا انسان چند نفر بگم از هر کدومی یه دونه؟ آسمان ها اختلاف دارن در طبقات، حتی یک ذریحی که اون طلا و نقره از حسب ظاهر ذریح اویه، با اونی که تو مغازه اون زرگره فرق میکنه. تمام اختلافات، تمام میا، انسانها، علوم، سنگها، ملائک، حتی اولوالعزم، اونی که زجیعه اون آدم و نوحن، اونی که در مقام او کمل اولوالعزمه، اینا روایات عرض میکنم، یک مقدار بدانیم امیر المؤمنین کیه. یا سلمان انا الذی، یه نفس سلمان، نه نفس امیر المؤمنین، برا عبادت همه معادل همه هست. سلمان پیشه امام صادق گفتن سلمان مجوسی بود، تکیه کرده بود، نشست، نظر مقزدی کرد، با غضب چی میگین سلمان؟ سار علوی یا یهود نصارا؟ نه 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 نه، چقدر، چگونه ما میخواییم مردم رو علوی کنیم؟ با چه سیره و روشی میخواییم فرهنگ امیر المؤمنین رو تو جامعه بیاریم؟ آیا با چماق و سرنیزه میشه فرهنگ و ترزیق کرد، جلسات بگیریم؟ چه کار کردیم؟ چه کار شده که چادر کنار رفته؟ ربا اومده، معارف نزول پیدا کرده. چرا؟ نحن علویون، شیعتنا علویون، منا. اینا درده، نفس به نفس باید کامل شد. چرا؟ والله سار قریشی یا بعد ما کان فارسی، یا وقتی فارسی بود شد قریشی، اعرفکم بالله شد. چرا؟ چرا؟ ترک حوال هوا امیر المؤمنین. ای جانم سلمان، من عرفنی حق معرفتی کان معی فی الملأ الاعلا، لحوق اندازه معرفت است. سلمان انا الذی اذا دعیت الامم الى طاعتی فکفرت، همه رو به طاعت خودم فعذبت همه امم رو به نار کان حقا. صداز سلمان انت الذی، آقا به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربان تو باشد. انت کذالک فی التورات و فی الانجیل، تو انجیل اینجوری هستی تو. وجدتو که ها کذا به ابی انت و امی یا قتیل کوفان،
کان معی من انکر فضلنا و معرفتنا. کسی انکار کند من بدانم همه اعمالم رو شب قدر، به دست با کفایت امیر المؤمنین همه امور علم و سلف تقدیر می شود، نه این عالم. عجب است، به والله تو جنگ صفین امر آمد صدا زد ما جئت که یا علی، نیامدم که به من مال دنیا بدی، ولا التماس سلطان مقام به من بدی. علی اینا رو نمیخوام، اما آمدم لأنک ابن عم رسول الله اول الناس به ناس، ولایت مطلق مال تو هست یا علی، نه مال دیگری. اول الناس به ناسی تو، علا کل ما سوى الله، بر همه انبیا، بر جماد و نبات، بر همه موجودات، هو الامیر. حتی سنگ رو سنگ افتاد، ابن عباس میگه دیدم سنگ زیری شکایت کرد به امیر المؤمنین. تو اول الناس به ناسی، تو ابو الائمه تسعی، فضائل تو بس، تو زوج البتولی، اما والله لو کلفتنی، اگر منو تکلیف کنی به نقل الجبال الرواسی و نزه البحار قوامی، کوها رو بردارم. چقدر اینجوری ما تو معرفت کمل، دریاها اقیانوسا رو بکشم کوها رو بردارم، حتی یعطی علی یومی، یه روز بیاد همین روز تو صفین هیچ کسو ندارم، فقط به یدی سیفی احز بها، به این سیفم دشمن تو رو میزنم، اعلو بالا ببرم کعب و مقام تو رو، نام تو رو بخوام زنده کنم به این شمشیر. ما ظنن تو جمان نکردم انی ادیت من حق کل الحق الذی یجب لک علی، هیچی از حقت رو ادا نکردم یا علی. ای جان، صدا زد امیر المؤمنین خدا نور قلبه بالیقین. امام حی، میدونید تذکرون چه دارم عرض میکنم، الانم همون جوره. خدا نور قلبه بالیقین، اهدهی الی الصراط المستقیم، به صراط مستقیم. صراط مستقیم در معراج کیه؟ واسأل من ارسلنا قبلک من الرسل فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم، انک علی ولایت علی و علی صراط علی. الا ما به عثوم معاشر نبیین و الانبیا، به چی مبعوث شدین؟ همه به ولایت علی مبعوث شدیم. ما ادیتو، این نمازی داریم میخونیم، همه اینها از همون بای بسم الله سروران، همه این نماز ولایت است و براءت تمام. این دشمنان اختلاف به نبأ عظیم الذی هم فیه مختلفون، امروز دشمن توی جمیع اکناف و انحاء عالم به محبت امیر المؤمنین از ما داره انتقام میگیره. اوجب واجبات هست بر مسلمین و شیعیان خواستن تکمیل در معرفت امیر المؤمنین لازمه، اون موقع ثبات قدمه، اینا همه روایت، اون موقع ثبات قدمه. چقدر
دنبال سلمان. ای وای، ان ها اونا لعلما جما، علم جملو وجدت حمله. میسم چه کنم؟ به کی بگم؟ کی میتونه حزم کنه که امیر المؤمنین کیه؟ شب قدره. یه روایت برای این شب قدر میگم بسه. چیزی نگفتم، چه بگوی؟ انقدر رو بگم از اون ملک و تمثالی که در عرش است، این ضربت که آمد خون جاری شد. ما رفع حجر به ایلیا بیت المقدس الا وجدنا تحته دم عبیق، خون تازه. ما رفع حجر فی الارض، مگر خون تازه. روح امامت عرش و فرش رو سه روز خون آسمان کوفه بارید. یا علی، وقتی حارس نمیتونه حزم کنه، کملین نمیتونن حزم کنن، که علی که هست، علی چیه؟ علی چه شخصیه؟ محب درجات داره، مبغض درجات داره، تنافس و فت درجات. مقدس اردبیلی رو ابن عباس، دیگران. عجیبه، عجیبه. وقتی که او رو بعضن تو خواب میبینن، به ما نلت ما نلت، اشاره میکنه به محبت امیر المؤمنین. اون لباس و تاج یاقوت به خود امیر المؤمنین ارواحنا فدا میگن. یا علی، به ما نلت ما نلت، میفرماد بالقعود علی باب القلب. من ما خلقت لیشغلنی اکل و طیبات کالبهیمه المربوط همها علفها. من لوشت لحدده تو طریق، من همونم. ینحدر ان السیل لا یرقا الی الطیر. شیه امیر المؤمنین، میتونستم الا مصفا هاز العسل لباب هذا القمح نتائج هذا القز، اما هیهات ان یغلبنی هوای. مغز گندم، لباس. ما اعدت طلت، من آماده نکردم برا خودم ثوبی رو. دنیا اعینونی، کمکم کنید. شیعیان من، عفبت نهو و فرجه شیعت علیین، ها، اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، کمک کنید من علی. حارس چی میگی؟ نمیتونن حزم کنن. خواص حارس، انا صدیق هل اول از این امت. الله اکبر. فرصت کمه، دو سه روایتی که قوقاس در معارف در این شب قدر. اخو رسول سنو رسول، من همونم. صفه و خاصته و خالصته، منم. اوتیت به من داده شده، حق کیه؟ تمام نوشتن عام حق امیر المؤمنین است. احمد ابن حنبل میگه ما فی القرآن آیه الا امیر المؤمنین رأسها، امیرها، شریفها، قائدها. خدا همه اصحاب رسول الله رو عتاب کرد الا امیر المؤمن. ما ذکر علی الا بخیر، او رو بخیر یاد کرد. پیغمبر فرمود خدا در قرآن رضی الله عن و رضو عن نفرمود مگر اینکه مرادش علی بود. الا الذین آمنوا بدع به علی، هیچ آیه مدهی نیست مگر امیر المؤمنین است. هیچ آیه ذمی نیست مگر مخالفین توه. یعنی تمام مخالب و متائن از کفار، الذین کذبوا به آیاتنا، مخالفین تو، به ولایت تو یا علی. الذین آمنوا،
مسلین قنوت امن هو و قانات قانتون آنا اللیل. دعا علم عنده علم الكتاب. انفاق ينفقون. چی بگیم؟ حج اجعلتم سقایت الناس. همه امیر المؤمنین است و بس بین الدفتین. اوتیت علم الكتاب فصل الخطاب علم القرون والاسباب. به من داده شده فصل خطاب علم همه قرن ها و ادوار نزد من حارس. استودعت به من ودیعه داده شده الف مفتاح یفتح کل مفتاح الف باب. چیه اینا بزرگان؟ چقدر کتب میخواد؟ یفزی کل بابن الى الف الف اهدن. همه اهود خدا یک میلیارد علم در خزانه خدا کلیدش میشه من حیدره. اوید تو و تخذ تو و امده تو به لیلت القدر. من به لیلت القدر در یک جمله آمد اون نصرانی پیش موسی بن جعفر گفت 30 سال زجه زدم خدا به من این آیه رو تمام تورات تمام انجیل تمام مزامیر تمام کتب. آمدم تو اوریز آمد ایستاده تکیه به عصا موندم همه رو خوندم اونا رو قهر کردم اما قرآن رو تلاوت کردم رسیدم به این سوره حم میم والکتاب المبین. انا انزلناه فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین فیها یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. موندم توی این موسی بن جعفر 30 سال اشک ریختم برا دین حق برا خیر العباد برا اعلم العباد. فرمود حامیم تو همون چیزیست که در کتاب هود خوندین همون چیزیست همون محمد ابن عبدالله است که در کتاب شما هست. و الکتاب المبین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. این عرض کردم برای این جمله اویدت و تخست و امدت به لیلت القدر. انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کننا منذرین. فرمود لیله مبارک فاطمه هست. من علی امدت تو به فاطمه. یجری نفلن یفرق کل امر حکیم فیصله هر امر حکیمی رجل بعد رجل یخرج منها خیر کثیر. از فاطمه امام بعد امام. برگرد به حدیث حارس. حارس ان هذا یجری لی ولمن استحفظ من ذریتی. این امر قدر بر من یجری و اونهایی که من ذریتی الی یوم القیامه. یعنی اینها امر حکیم چیه؟ الامام. من یعطی الحکمه فقط اوتی خیرن کثیرا. کیه؟ اون خیر کثیر معرفت الامامه. اون امر حکیم اون امام اون حکیم بعد حکیم هو الامام. حالا این امیر المؤمنین هست. این عدل اویه. زرهش تو راه شام گم شده آمد دید به دست یک شامیه. این عدل اویه. آمد پیش زره شره ادعا کرد این زره از منه. نشستن گفت یا علی دلیل بیار. عقلی بینکم بالبینات. دلیل کو ندارم.
صدا زد او رو، گفت من نمیگم علی دروغ میگه، اما دلیل بیاره. قاضی حکم کرد به نفع این مرد شامی، زره علی رو گرفت. وقتی حیدر بلند شد ناراحت بود. شوری گفت ناراحت شدی از قضاوت من، چه کنم؟ دلیل و بیانه و برهان نداشتی. فرمود نه نه، من خلیفه مسلمین، تو منو به نام لقبم صدا زدی، ابوالحسن، به این شخص نام او رو گفتی. ای وای عالم، ناراحتیم از اینه؟ تو منو به لقب ابوالحسن دلیلت چیه؟ ای دنیا، ما چنین امامی رو داریم؟ ای دنیا، ما چنین امامی رو داریم؟ این شبها عرق رو صورت حیدره، هی از این ضربت سم بیهوش میشه، بهوش میاد، یک کاسه شیری یک مقدار نوشید، صدا زد به حقی علیکم احملو، ببرید به سوی اسیرتون. رفق و مدارا گفت پدر با تو این برنامه؟ آقا این علی نشسته، وقتی همه اصحابش به سمت یک زن زیبا چشم میدوزن طمع به او، حضرت میفرماید همه تون زوجه دارید، ادب رو ببین ای جامعه. پیغمبر فرمودن برید سمت نسابتون. شخصی اونجا بود از خوارج، جسارتی کرد، خدا تو رو شب ندیدم افقه از تو، بلند شدن بکشن او رو. فرمود نه، یه سب به من کرده، سب اون به سب یا اف، برگشت. این مرام هدا احلم الناس امیر المؤمنین است، با حلم، با بردباری، فحاشی به قنبر کردن، قنبر بلند شد صدا، فرمود نه قنبر، اف. در گذشتن از او خدا راضیه، سخط شیطان میشه، یعاقب عدوک، به عزت و جلالم، والذی قسم به خدایی که فلق الحب بر النسمه، ما رضا الله، خدا راضی از مؤمنی نمیشود مگر با حلم. در گذر از او، این روش امیر نه قاتل نه تو جنگ، گفت یا علی تو میدان نبرد به من بده شمشیرو. فرمود هات، گفت آقا چنین روزی؟ فرمود مددت الهی، تو دست برای من دراز کردی، من همینو دارم. افتاد به پای حیدر، مسلمان شد، تو میدان نبرد شمشیر، اسلحه جنگی. این اخلاق امیر المؤمنین است، اون حکومتش، اون لباسش، اون قضاش، اون لیلت القدرش، اون چنین شبی همه عوالم رو باید علی امضا کنه، و من یجری مجرا. چه بگویم، شهد الانام به فضل که بین والفضل ما شهدت به الاعدا. چه بگوی یا علی؟ آقا جان، آقا دست بگی، تو ید اللهی. مگر اون حدیث قدسی نفرمود خدا علیون یدی المبسوط؟ مفهوم این چیه اساطیر حضرت آیت الله؟ ما یعنی دست مردم رو بگیریم بذاریم تو دست امیر المؤمنین؟ یدی المبسوط بین عباد، علی دست مبسوط من، خدا بلا تشبیه، از اون زمانی که خدا خدا بوده، علی یدی المبسوط بین عباد. ای وای ای وای ای وای، امروز فرمود درب منزل رو باز کنید، هر کس بیان از امامشون توشه بگیر. همون علی ای که تو مسجد کوفه
بالا منبر رفت، اونجا قرآن و انجیل و تورات و همه رو نخون، نه 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 نه، روزی که بغل مادر از خانه کعبه آمد بیرون، همه کتب آسمانی رو از اول تا آخر، همه قرآن رو از اول تا آخر علی تلاوت کرد. همون روز، این همون علیه. اما فرمود خففو مسائلکم، نمیتونم جواب. اینقدر حسنین گریه کردن چشمام مجروح شده، اینقدر زینبین گریه کردن، صدا زد حسن بابا جان بیا. وقتی اومد دست مبارک و گذاشت رو سینه حسنش. اسکن الله قلبک، خدا قلبت رو ساکت کنه. ربق الله قلبک. حسنم، حسینم، حسین صدا زد بابا لأجل هذا اليوم تعلمت البکا، گریه رو برای امروز یاد گرفتم بابا. زینبین آمدن، حدیث ام ایمن، زینبم لا تؤذینی به بکائک، چرا گریه میکنه بابا؟ گریه پس مگه مال چه روزیه بابا؟ آه زینبم. هی از شدت زهر بیهوش میشه، هی بهوش میاد. ای وای ای وای ای وای، به خدا عرش و فرش عزادار، همه عالم گریانن بر علی. چه بگم چه بگم؟ آقا یه بار چشمها رو باز کرد، صدا زد، صدا زد سلام من بر تو یا رسول الله، یا ام حمزه، یا جعفر. یه نگاه میکرد به اطراف، یه جمله بگم اینجا، سفارش های خصوصی کرد برادرشون محمد حنفیه رو، یه جمله هم به عباسش گفت، صدا زد عباسم اذا کان یوم عاشورا. آی کربلا، دشمنان شما رو ادب گرفتن حسین جان. یا امیر المؤمنین، به جرم محبت تو آقا فدخلت المشرعه، میری تو شریعه فراد، ایاک ان تشرب الماء و اخوک الحسین عطشانا. یه نگاهی کرد، اش رو چشمان امیر المؤمنین، دست و پا رو کشید به سمت قبله، نمیدونم شهادت این گفت. یه بار صدا زد استودعکم الله، همه تون رو به خدا میسپارم، سددکم الله، حفظکم الله، من بمیرم چی شد که دیگه زینب صدا زد؟ وابتا از صدای زینب همه اهل کوفه مردم ریختن، یا باب لله بمیرم به ابی به نفسی و مالی ثم اهلی و عزرتی. زینب میگه یه بار دیدیم وقتی که امیر المؤمنین تغییر افق السما، همه تزلزلت الارض، دیدیم یه هاتفی داره این اشعار رو میخونه، به نفسی و مالی ثم اهلی و عزرتی فداء لمن افها و قتی لمن ملجمی علی رقا فوق الخلائق فی الوعا
تحدت به ارکان بیت المحرم علی امیر المؤمنین فمن بکر لمقتله البطه و اکنا فزمزم بمیرم صدا زد انگام قز خواهر زینب برو فاضل حنوت جدمون بیار آقا حسن داره غسل میده امام حسین آب میریزه یا عبدالله بمیرم برات محمد حنفیه میگه بدن بابامون خودش تقلیب میشد از این ترم بندره گذاشتن روی سریر عقب سریر و جلو به دوش جبرئیل و میکائیل آوردن بهر کوفه همه اشیا هیتان درخت ها همه برای او تعظیم می کرده همین که زمین گذاشتن دیدن هاتفی صدا زد انزلو فی تربت طاهره یا الله قد اشتاق الحبیب الى الحبیب میخوام یه جمله عرض بدارم یا امیر المؤمنین آقا جون پنج کفن با این احترام اما الحسین من بعد قتله رامو لرلن جفته از با بردن بر بدن حسین والآل یدعو اونجا زینب و مخدرات صدا می زدن یا غوث المستقیم کسی رو جز قرآن و اهل بیت مصاحف شریف رو مقابل صورت باز کنیم اللهم إني أسألك بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منهم اللهم إني أسألك بحق هذا القرآن وبما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من عتقائك من النار حوائجتون رو از خدا بخواهیم فرج حضرت رو بخواهیم امشب همه ملائک نزول حبوتشون بر اون وجود اقدس یا الله یا الله وانصر الشیعه بفرج الحجه یا الله
إلهي عبدك العاصي أتاك مقر بالذنوب من دعاك يا الله فإن تغفر فأنت أهل للظالم فإن تترك فمن يرحم سواك يا الله همه مریضها دعا کنید جوانها رو شیعیان رو در همه کجای عالم خواست شیعیان مظلوم عراق رو یا الله شر این سلفی ها و هاری ها مصاحف شریف رو ببندید بالای سر اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك من يا الله فرمود دو چیز گران مایه بین شما میزنم ثقل اکبر و اذغان یا الله یا الله شب قدره تا که بی قدری ما چاره کنی در شب غم من احیاها کسی که احیا ببارد اگه بی قدر و ارزش باشه سار الله قدره اهل معرفه میشه یا الله بکا 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 یا الله خودت فرمودی ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم فعلينا الدعاء يا الله يا فعليك الإجابة يا الله روسيا هي من خد إلهي بمحمد 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 صلى الله عليه وآله وسلم إلهي بعلي 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 بمیرم حسن از بالای قبر اون پرده رو بردار دید رسول الله آدم نو نشستن بر علی گریه می کنم حسین از پایین پا پرده اون قبر رو بردار دید خدیجه مادر زهرا همه نشستن دارن بر علی گریه میکنم یا الله دیدار مظلوم مظلوم امشب دیدلی
بمیرم اف بر این دنیا صدا میزد الهی فقبضنی من غیر عاجز ولا ملول ارحمی زهرام صدا بزن الهی عجل وفاتی سریع اف بر این دنیا يا أمير المؤمنين يا علي جان دعا كن خدا مرگ تو برسانه يا حسن جان دعوت الله خزم خدا منو دیگه راحت کن از این امم الهی بفاطمة عليها السلام إلهي بالحسن سلام الله عليه إلهي بالحسین عشق حسینش و پاک کرد سرازن حسین انت شهید هذه الامه بابا تو شهید این امتی حسین وقتی برگشتن از دفن پدر میدونید دیدن اون مسکین تو خرابه آه بمیرم یا امیر المؤمنین یا ابا الایتام والارامل والمساکین الهی بعلي ابن الحسين عليهم السلام إلهي بمحمد ابن علي عليهم السلام إلهي بجعفر ابن محمد عليهما السلام إلهي بموسى بن جعفر
موسی بن جعفر به موسی بن جعفر به موسی بن جعفر به موسی بن جعفر علیهما السلام الهی بعلی ابن موسی 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 بعلي يا ابن موسى بعلي يا ابن موسى عليهما السلام إلهي بمحمد ابن علي 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 عليهما السلام إلهي بعلي ابن محمد 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 خدا به مقام امام هادی عسکری این غریبه یا بقیت الله به مقام امام هادی به مقام نرجس خاتون حکیم خاتون یا الله شر این اجانب این ملعون های وهابی سلفی به خودشون برگردان خدایا عزت و نصرت شیعه رو به فرج امام زمان برسان الهی بالحسن ابن علی بالحسن ابن علي 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 عليهما السلام إلهي بالحجة 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 سيدي قلبي إليك من الأشواق محترم ودمع عيني من الآفاق من الآمال مندفق الشوق يحرقني والدمع يغرقني يا أبا صالح يا بقية الله ما لنا سوى قرونا ببابك حيلة
آقا چاره این شیر ندانشیه جز این که در خونه شما رو بزنه فلا انترد تنه. اگر شما دست رد بزنی الى باب من نغرقو یبن الاسم الشوق يحرقني والدمع يغرقني فهل رأيت غريقا وهو محترق يا ابن الحسن أمجو خوشا روزي كدل دار بيايا بناجه السفر يار بيايا خوشان روزی که بینم خال روی یوسف فاطمه شفای قلب بیمارم بیایم. یه جمله بگم از مادرش براحت منتظر با حال خسته نشسته مادر پهلوش گرفته عقده غم در گلویه از اصیلی که دشمن زد برویه آقا بیا با انتقام مادر خیش بگیر از دشمن بد اختر خیش از اونهایی که حقش قصب کردن عدو را جای حیدر نصب کردن اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك قوعا وتمتعه فيها قبيلا اللهم وانصر الشيعة بفرجه واجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه يا الله يا الله لا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا اللهم اغض حوائجنا واشف مرضانا واغفر موتانا وسلم ديننا ودنيانا يا الله واحفظ علمائنا الرباني خاصة الحاضر في المجلس بحرمة محمد وحرمة سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله السلام عليك.